وقتای تلف شده و تساوی بدون گل تیم‌های پرسپولیس و زباهن از هفته 29 رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور. زاره یه پاس رو به جلو، نوری حرکتش رو انجام میده، هاشمیان، دوباره نوری به این سمت، فشنکی ضربه رو میزنه توی دروازه. پرسپولیس در ثانیه‌های پایانی نیمه اول به گل میرسه و علی دایی سر از پا نمیشناسه. خوشحالی هواداران پرسپولیس، علی دایی و بازیکنان این تیم. ببینید خوشحال است علی دایی. تیمش از نقطه کور خط دفاعی استفاده رو برد. ببینید اینجا فشنکی خودش رو به توپ رسوند، با پای چپ توپ رو به درون دروازه فرستاد. یک بار دیگه مرور میکنیم این ارسالی است که به نظر رسید نوری انجام داد. اینم ضربه دقیقی که از کنار دستان شهاب گردان به درون دروازه رفت. خیلی وقت بود که در این ورزشگاه شکست نخورده بود. الانم تا پایان بازی فرصت داره که در حال در این بازی شکست نخوره. یا پاس رو به جلو، اما قدره بازیکنان پرسپولیس و توی دروازه وحید هاشمیان گل میزنه و علی دایی نفسی به راحتی میکشه. چقدر راحت پرسپولیس به گل میرسه. من در مقابل تیمی مثل زباهن، فوتبالی که زباهن در مقابل اریان قطر بازی کرد کجا، و این فوتبالی که حالا اونو دارن. ببینید این پاس نوری هست، گریز هاشمیان و این ضربه، یعنی تجربه هاشمیان، ضربه دقیقی که به گوشه دروازه میره. خروج شهاب گردان هم بی‌حاصل است. توپ رفت به جایی که کسی نیست. هاشمیان یه ضربه چیپ قشنگ و گل دوم پرسپولیس. باز هم مرور میکنیم، همکاران خوب از تمام زوایا نشان میدن. اینجا ببینید یه ضربه دقیق ساده ترین کار پرسپولیسی ها اعلام شد. ضربه حالا فرستاد میشه به روی دروازه، یک بار دیگه توی دروازه. گل سوم رو هم محمد نوری میزنه. علی دایی چه خوشحالی میکنه بعد از گل سوم. زباهن دیگه فکر میکنم کارش تمام هست و دیگه تمام برای زباهن. پرسپولیسی ها به گل سوم هم رسیدن و علی دایی به یک پیروزی پرگل و با ارزش میرسه. ببینید ارسالی که از کنار انجام میشه و این توپی که به درون دروازه میره. شاید کمتر تیمی بود که بیومد در فولادشهر از زباهن مساوی بگرفت، اما حالا پرسپولیس با 3 گل پیش افتاده. شهاب گردان امکاری از دستش بر نمیاد.